این قسمت تصویب لایحه کاپیتالاسیون، اعتراض آیت الله خمینی به کاپیتالاسیون. من دیگه نمیتونم این مرتیکه رو تحمل کنم. خسته شدم از دست معشوقای رنگ به رنگش، یا مهمونی و شب نشینی یا مسافره. اصلا به فکر خانواده‌اش نیست. خدایی نکرده داماد شاه این مملکتی یه سر مواظب رفتارش نیست. خبر دارم با ژاکلین کندی بیره کندی هم رابطه داشته. آشغال، من دیگه نمیتونم با این مردی که عرض زندگی کنم. من طلاق میخوام. من راحتی تو رو میخوام. اگه فکر میکنی اینطوری آروم میشی، من حرفی ندارم. طلاق تو بگیر. شهناز مدتی هروئین تزریق میکنه، حتی میتونین ازش آزمایش بگیرین. مدام دنبال بهانه است. میخواست از شر من خلاص بشه قربان. یا تو زنباره‌ای که هستی یا شهناز مخدر مصرف میکنه. به هر حال باید این زندگی تموم بشه. صلاح نیست که شما دو نفر با هم زن شوهر باقی بمونید. امر ملوکانه سر حضرت. طلاقش به درد شیر. اطاعت امر لحظت. ممنون. واقعا جای لیلی خالیه. راستی داستان طلاق شهناز و اردشیر واقعیت داره؟ آره. شهناز خیلی وقت بود میدونست که اردشیر بیش از اندازه هرزگی میکنه. گویا وقتی لندن بودن یه روز موچشم میگیره. چشمش کو، جا قحط بود. یعنی سفیر ایران، اونم تو انگلستان، نمیتونه یه خونه کوچیک برای خودش دست کار کنه؟ حتما که میتونه، ولی دیده خونه خودش بهتر و بزرگتره. شنیدم شهناز مواد مصرف میکنه. آره؟ بشنو، باور نکن. این روزا تا یه زن یا یه مرد میخواد از شر جفتش خلاص بشه، یا یارو معتاده یا دیوونه است. من که بعید میدونم. خیلی خوب، من دیگه برم. امشب اعلیحضرت مادر و داییمو برای شام دعوت کردن. خوش بگذره. پسر دایی رو به خودتون نمیبرین؟ پسر دایی باید ما رو ببره. مردم ایران دو دسته. یه عده مذهبی هن، یه عده روشن فکرهای تازه به دوران رسیده. بین این دو دسته همیشه اختلاف وجود داره. اصولا ایرانی ها درون مایه هاشون مذهبیه. از زمان زرتشت هم همینطور بوده. به مذهب گرایش دارن. مملکت برای اروپایی شدن باید برخلاف دوره صفویه و قاجاریه از مذهب عبور کنه تا بتونه به دروازه های تمدن دست پیدا کنه. و این رسالتیه که در دوره اعلیحضرت مقدر شده. دوره پاسخگویی به علما دیگه گذشته. فتحعلی شاه قاجار با اون عظمتش حکومت رو از ملاهای قم اجاره میکرد. صفویه بسیار علما رو تکریم میکرد. واقعه تنباکو رو که در عهد ناصری مستحضرید. یه عالم شیعه با یک صد فتوا کل کشور رو به هم ریخت. من نه صفویم نه قاجاریه. من به ملا جماعت باج نمیدم. زمان بروجردی تجربه خوبی بود برای آینده. تکلیفم روشنه. خیلی تند رفتی دایی. چرا نگم؟ ایران فرانسه نیست دایی که دست آخر روشن فکر را بیان انقلاب کنن. همین الان تو ایران یه حکومت مذهبی پنهان وجود داره که شوهر تاجدار میخواد اونو نادیده بگیره. چند ماهی نیست که از این قائله گذشته. مهرداد، یادت قرار بود به هم ویالون زدن یاد بدی؟ چی شد؟ بنده در خدمتم، با کمال میل. بیا یه جا که جدید شنیدم.
طرح کاپیتولاسیون آماده ارائه به مجلس اعلی حضرت. مفاتش رو خودتون برام بخونید. مهمترین ویژگی این طرح پیوند ایران و ایالات متحده رو بیش از پیش محکم‌تر می‌کنه. ایران میتونه در خاورمیانه قدرت برتر بشه. به طبع همپیمان آمریکایی ما وقتی بدون مستشاراش در ایران مسئولیت دارن، شرایط عملکرد دولتش با دولت ایران متفاوت خواهد شد. ما رو در تمدن خودشون سهیم میدونن. ضمن اینکه با درخواست وام 200 میلیون دلاری ما موافقت میشه. این لایحه فردا صبح در صحنه علنی مجلس مطرح خواهد شد. تصویب لایحه کاپیتولاسیون چه روندی در پیشبرد اهداف دولت شما داره؟ البته درباره این لایحه بسیار جفت‌سازی میشه. ما هر چه به ایالات متحده نزدیکتر بشیم، به اتحادمون کمک میکنه. این اتحاد برای خاورمیانه بسیار مفید ارزیابی میشه. ما تبدیل میشیم به یک قدرت واحد. ما را فروختن، استقلال ما را فروختن، عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از دست رفت، ارتش ایران از دست رفت، قانونی را به مجلس بردند که اولا ما را ملحق می کند به پیمان وین و ثانیاً الحاق کردند به اون که تمام مستشاران نظامی با خانواده هاشون، کارمندای فنیشون، با کارمندای اداریشون، با خدمشون و با هر کسی که به اونها وابستگی دارد هر جنایتی را در ایران بکند مسئول است. یعنی اگر یک خدمه آمریکایی مرجع تقلید شما را در بازار ترور بکند یا زیر پا منکوب بکند، پلیس ایران حق ندارد جلوی او را بگیرد، دادگاه ایران حق ندارد او را محاکمه بکند. باید پرونده برود آمریکا تا ارباب ها تعیین تکلیف بکنند. ملت ایران را از سگ آمریکایی پست‌تر کردند. اگر کسی سگ آمریکایی را زیر بگیرد بازخواست می‌کنند. چرا؟ چون آقایان تقاضای وام کردند. یک وام 200 میلیون دلاری تقاضا کردند که 300 میلیون دلار بعد از 10 سال باز پس بدن. آقایان اعلام خطر میکنن. اونا به خوبی دریافتند اگر نفوذ روحانیون باشد نمیگذارن این ملت یه روز اسیر انگلیس بشد، یه روز اسیر آمریکا بشد. اگر نفوذ روحانیون باشد نمیگذارد که هر کاری دولت خواست بکند حتی اگر 100% ضد ملت باشد انجام بدهد. اگر نفوذ روحانیون باشد نمیگذارند مجلسی که با سرنیزه درست شده است این افتضاح را به بار بیارد. اگر نفوذ روحانیون باشد تو دهن این دولت میزند. اگر نفوذ روحانیون باشد نمیگذارد کسی که دستشانده آمریکاست این غلط ها را بکند، از ایران بیرونش میکنند. حضور روحانیون مضر به حال ملت است؟ نخیر، مضر به حال شماست.
مضر به حال شما خائن هاست، نه مضر به حال ملت. شما میدانید اگر نفوذ روحانیون باشد نمیذارن هر کاری که شما میخواید انجام بدید. من تمام روحانیون را تعظیم میکنم. من بار دیگر دست تمام روحانیون را میبوسم. اگر اون روز دست مراجع را بوسیدم، امروز دست کسبه را میبوسم. آقایان، من اعلام خطر میکنم. ای ارتش ایران، من اعلام خطر میکنم. ای بازرگانان ایران، من اعلام خطر میکنم. ای علمای ایران، ای مراجع اسلام، من اعلام خطر میکنم. ای فضلا، ای طلاب، ای حوزه های علمیه، ای نجف، ای قم، ای تهران، ای مشهد، ای شیراز، من اعلام خطر میکنم. والله گناهکار است کسی که داد نزند. والله مرتکب گناه کبیر است کسی که فریاد نزند. ای سران اسلام، به داد اسلام برسید. ای علمای نجف، به داد اسلام برسید. ای علمای قم، به داد اسلام برسید. رفت اسلام. ای ملل اسلام، ای سران ملل اسلام، ای رؤسای جمهوری ملل اسلامی، ای سلاطین ملل اسلامی، به داد ما برسید. ای شاه، به داد خودت برس. ما چون ملت ضعیفی هستیم و دلار نداریم، باید زیر چکمه آمریکا بریم. آمریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از آمریکا بدتر، شوروی از هر دو بدتر، همه از هم بدتر، همه از هم پلیدترن. لکن امروز سر و کار ما با آمریکاست. از این بدتر چی میخواد بشه؟ از اسارت بدتر چیست؟ از ذلت بدتر چیست؟ آیا باید این ملت فقیر در عرض 10 سال 100 میلیون دلار نفت و پول به آمریکا بدهد؟ در این حال برای چنین قرضی ما را میفروشند. چرا اینقدر دم از ترقی میزنید؟ اگر مملکت ما اشغال آمریکاست اعلام کنید، سپس ما را از مملکت بیرون بریزید. ما این قانون را که به اصطلاح خودشان گذراندن قانون نمیدانیم. ما این مجلس را مجلس نمیدانیم. ما این دولت را دولت نمیدانیم. اینها خائنند. اینها خائن به کشورند. قربان، باز هم اعلامیه. جسارتاً اعلامیه های این آقا آغازگر آشوب در سطح مملکته. حیثیت برای ما نذاشته. هنوز از تبعات سخنرانی 4 آبان ایشون خلاص نشدیم، باز یه اعلامیه دیگه صادر کرده. دیگه تمومش کنین. حالم خوب نیست. آخرش چی اعلی حضرت؟ دوباره یه آشوب دیگه؟ یه 15 خرداد دیگه؟ در نظر داشته باشین که تمام برنامه‌های دولت من و ایالات متحده با حضور خمینی دوچار چالش میشه. باید فکر کنم. امشب یه جلسه اضطراری میذاریم. امشب شما رو احضار کردم تا درباره اتفاق جدیدی که رخ داده و ممکنه بلوای دیگه‌ای رو برمغان بیاره تصمیم بگیریم. آقای منصور، به نظر من اعلیحضرت باید هرچه سریع‌تر آقای خمینی رو به ترکیه تبعید کنیم. البته دوستان آمریکایی ما برای موضوع تاکید دارن. به اعتقاد من ما باید توی همون قائله 15 خرداد کلک خمینی رو می‌کندیم. همون موقع است که یه مملکت روی سرت خراب میشن. اینو درست میگه تیمسار فردوست. نمیشه بیگدار به آب زد. بیگدار به آب نزنیم که طغیان میکنن.
به نظر من خمینی رو نباید فیزیکی کشت. بنده با نظر جناب نخست وزیر موافق هستم. به قول معروف از دل برود هر آن که از دیده برفت. تیمسار پاکروان، نظر شما چیه؟ اعلی حضرت، ما برای انجام این کار آمادگی لازم رو داریم. فکر میکنم در شرایط موجود به صلاح مملکت باشه این پیشنهاد. امشب خمینی رو دستگیر و به ترکیه تبعید کنید. ترکیه میراث آتاتورکه. جای خوبیه برای راحت شدن از دست این آیت الله. امر اعلی حضرت اطاعت میشه. شما بازداشتی؟ این همه غبار لازم نبود که. سایه‌ام سنگینی میکنه رو گرده شما؟ سایه شما نوازش میکنه. خیلی نگرانم، احساس تنهایی میکنم. تو این ماجرا شما پیروز شدید و موانع بزرگی رو از سر راه برداشتید. امروز روز اقتدار شماست، نباید خوف کنید. یاد پدرم افتادم. کی این همه درگیری داشت؟ اون پدر عصبانی ملت بود. بچه‌هاش ازش حساب می‌بردن. وقتی دشمنتون فقط با یک هواپیما از کشور خارج میشه، که خطرناکترین دشمن نظام شاهنشاهی به همین راحتی از سر راه برداشته شد. این اقتدار نیست؟ دلم به همین خوشه. اون پیرمرد سنی ازش رفته، خیلی دووم نمیاره بیرون از ایران. اعلی حضرت، شهبانو، تموم شد. خدا حافظ آیت الله خمینی برای همیشه. ببینم چیزی هم گفت؟ فقط یک جمله. وقتی از قم به طرف تهران می آوردنش توی ماشین، نزدیکای تهران ماموری ازش می پرسه آیت الله خمینی، پس کجان سربازای فداکارتون؟
یاران جان نثارتون. چی گفت؟ گفت سربازام تو گهواره. تو گهواره به طرف ترکیه. تصویر رو چند قسمت میکنیم؟ سه قسمت. یک، دو، سه. ساحل میاد قسمت پایین، یعنی قسمت سوم. دریا میاد قسمت اول و دوم. خورشید کجا قرار میگیره؟ حد فاصل قسمت اول و دوم. این میشه نقطه طلایی. آه. برو ببینم چیکار میکنم. من. اطلاعیه سباکو خوندی؟ نه، بخون. طبق اطلاعی موثق و شواهد و دلایل کافی، چون رویه ی آقای خمینی و تحریکات مشارون علیه منافع ملت و امنیت و استقلال و تمامیت ارضی کشور تشخیص داده شد، در تاریخ 13 آبان 1143 از ایران تبعید کرد. اعتصابات و اعتراضات شروع شده. معلوم نیست میخوان با این مردم چیکار کنن. بذارینش لطفاً روی میزم. ممنون. این منصور لقمه حرم آمریکایی هست. هر غلطی هم که میکنه از این آمریکایی‌ها دستور میگیره. همه حرفش هم اینه که مملکت رو دو دستی تقدیم کنیم به این آمریکایی‌ها. رسیدم نمیخواد بگیره. مثلا اگه ما خودمون گندم نداریم، رفته 140 هزار تن گندم از این آمریکایی‌ها خریده. وقتی اصلاحات ارضی در ایران انجام میشه، باید هم وارد کننده گندم باشیم. نباید تولید کننده باشیم. وقتی نفت هست، باید تک محصولی باشیم. آقا رو هم بردن ترکیه، ولی نمیتونن نگهش دارن. ظاهرن ادهی به خاطر لایحه کاپیتولاسیون طالب دردسر بودن. جامعه رو خواستن تحت شعاع قرار بدن. آنچه که حسودان و مقرضان به شایعه میپردازن، به طور مثال عرض میکنم، نسبت به مسئولیت سیاسی عده‌ای از مستشاران نظامی آمریکایی که در خدمت دولت ایران هستند چه حرفاکی نزدن، تا حدی که به یک ملت بزرگی ذهنیت منفی دادن. البته آرامش و ثبات کشور برای دولت حائز اهمیت است. با این حال بنده به استحضار مجلس محترم سنا می‌رسانم، علی‌رغم اینکه قانون کاپیتولاسیون از مجلس این گذشت و ابلاغ هم شد، قطعاً دولت می‌بایستی مجری آن باشد، ولی با مذاکراتی که با مقامات آمریکایی به عمل آمد، از طرف دولت آمریکا موافقت کردید در صورتی که دولت ایران تشخیص دهد و ضرورت داشته باشد، دولت آمریکا قبول کند نسبت به آن فرد سلب مسئولیت سیاسی بکند. ما برای پیشبرد برنامه‌هایمان نیازمند همکاری با دولت آمریکا هستیم و اجازه نمی‌دهیم
که افکار کهنه و پوسیده برخی افراد مانع تحقق برنامه های این دولت شود. مشابه این مسائل کوچک در تمام کشورها انجام می شود و در مقابل یک چنین عظمتی امروز ایرانی باید به خود ببارد. هر روز باید زخم تو پانسمان کنه. باشه چشم. اگر نه خوب نمیشه. حتما. بسرم. آقا ما مغازه رو بستیم داریم میریم. کجا؟ مسجد نماز. مسجد هدایت. سلام آقای دکتر. سلام. این همه راه تا مسجد هدایت خبریه؟ آخه نماز امروز آقای مطهری میخونن. خبر دارم. جای آقای طالقانی میاد. خدمت شما. دست شما درد نکنه. به سلامت. چی میخواد بشه؟ نمیدونم. پناه بر خدا. ما رفتیم. برام برداد. مواظب باش با آمریکایی‌ها درگیر نشی. نخورنت. آخه اونا مسئولیت دارن. اما تو نه. با مزه. خسته نباشی. ممنون. چه خبر؟ حالا خبره که پیش شماست. چیکار کردی؟ یه دستگاه برش سفارش دادم تا چند وقت دیگه میاد. دستگاه برش؟ بله. ببین خانم نورافاق، هنوز دیر نشده ها. به جای خرید این دستگاه های گرون قیمت میتونی یه حیات بخری. چی بخرم؟ حیات. اجاره بدی با پولش زندگی تو بگذرونی. دنبال دردسر هم نگردی. خب چه فرقی میکنه؟ اینم سرمایه است دیگه. هر موقع نخواستم میفروشم، میرم یه حیاط میخرم میدم اجاره. خیلی دلم میخواد یه سری آثار خاص رو چاپ کنم، مثل آل احمد، مثل... ببین، به همه یه کتابا وزارت فرهنگ اجازه چاپ نمیده. مخفی؟ یعنی نمیتونی برای دلمون مخفی چاپ کنی؟ کسی که میخواد کتاب آنچنانی چاپ بکنه باید اهدافش خیلی بلند باشه و پی همه چی رو به تنش بمونه، اونم تو این اوضاع و شرایط مملکت. اینا فکر میکردن که اگر آقای خمینی رو تبعید بکنن همه چی حل میشه، ولی هر روز داره یک اتفاق تازه میفته. الان هیئت‌های مختلفه پرچم فدایان اسلام رو بلند کردن. میدونی یعنی چی؟ یعنی که منصور هر کاری دلش بخواد نمیتونه بکنه. اون وقت تو این شرایط شما میخوای کالای قاچاق چاپ کنی. اگه شما با هیئت‌های مختلفه اسلامی ارتباط داریم؟ نه. پس از کجا میدونی؟ ببین، در مورد مسائل سیاسی زیاد سوال نکن. هرچی اطلاعات آدم کمتر باشه به نفعش. الله و ملائکته و صلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حاج آقا ببخشید. خدا حافظ. خدا حافظ شما. با
توجه به این دستگیری ها و بگیره به بنده ها یک کمی مردم منزوی شدن. وحشت بعضی رو فرا گرفته. میخواستم این چکار کنم؟ خداحافظشون. والا مردم از بس که مبارزه کردن و نتیجه نگرفتن خسته شدن، مایوس هستن. وظیفه ما روحانیون این استش که نگذاریم مردم نسبت به مبارزاتشون دل سرد بشن. ما باید به اونا روحیه بدیم، با اینا رو باید به آینده امیدوارشون کنیم. نمونش هم همین حضور بنده است توی مسجد هدایت. بله، با توجه به اینکه آقای طالقانی از زندان هستن و این کارتون خیلی با ارزشه. البته ما باید سنگر ایشون رو گرم نگه داریم. خداحافظ شما. خب مسجد هدایت چه خبر بود؟ هیچ، رفتم آقای مطهری رو دیدم، یه خودم باهاش صحبت کردم. خب چی میگفتن؟ خیلی گله داشت، خیلی نگران اوضاع بود. منم رفته بودم مسجد سید عزیز الله. بازار رفته بودی چیکار؟ واسه تعبید آیت الله خمینی تو مسجد مراسم گرفته بودن. خیلی ها بودن، آقای خونساری هم بود. یه نفر که اینک زده بود با ریش بلند چه بیانیه ای خوند. معلوم بود که قیافه‌شو تغییر داده نشناسنش. بیانیه چی بود؟ یه جور تهدید خطاب به دولت. گفتن که این آخرین باریه که با زبان آرام سخن گفته میشه. تهدید کردن که اگر تا 40 روز دیگه آیت الله خمینی از تبعید برنگرده به وظیفه الهیشون عمل میکنن. وظیفه الهیشون چیه؟ نگفت. کیا بودن اینا؟ والا نفهمیدم. این از طرف آقای خمینی نبودن؟ نه، یه جریان خودجوش مردمیه. آخه مردم از تبعید آیت الله خمینی حالشون اصلا خوب نیست، خیلی ناراحتن. حکومت خیلی خراب کرد. خراب کرد، خراب بود. نمیدونم والا، پناه بر خدا. با شنیدن این بیانیه یاد مرحوم نواب صفوی افتادم. امروزم مدام من به فکرش بودم. واسه اینکه غیرتش زنده است، زنده تر از قبل. پناه بر خدا.